تغییر و تحولات در کشور جنگ زده و ویران افغانستان به سرعت در حال انجام است واقعیت این است که این کشور پس از خروج نیروهای کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم و تسلط سنی های تونرای طالبان بر آن دوچار تغییرات بزرگی شده و روبه انحطاط است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بررسی سیر تحولات و اتفاقاتی که در حال رخ دادن در کشور افغانستان است نشان می دهد که این کشور در حال پوست و در عین حال دیگر دیسی سیاسی است افغانستان که حالا در آن سونیهای های تندرو طالبان قدرت را به دست گرفتن علاوه بر کشتارهای آشکار شیعیان توسط عناصر طالبان شاهد روزهای خونینی در دو روز جمعه و دو مسجد در قندوز و قندهار بود حملاتی انتحاری به نماز جمعه شیعیان که صدها شهید و مجروح بر جای گذاشت و اعتراض بسیاری از کشورها مجامع بین المللی و شخصیتها را در پی داشت شیعیان در اربعین حسینی در افغانستان در امنیتی کامل به پیاد روی و ازادری پرداختند. کارشناسان میگویند که طالبان توقع برگزاری چنین مراسمی را نداشت و پس از مشاهده انسجام شیعیان در ازای حسینی مساجد آنها را با پوششی از داعش هدف قرار داد تا نشان دهد از نظر آنها شیعیان همچنان کافر بوده و قرار نیست به راحتی و در آزادی به مناسک مذهبی خود بپردازند حالا پس از دو جمعه خونین طالبان گفته که امنیت مساجد شیعیان را به عهده میگیرد ولی زمان آن مشخص نیست فرمانده پلیس قندهار در این باره گفت اهالی این منطقه از ما درخواست کرده بودند تا با سلاح از مسجدشان محافظت کنیم اما این امر محقق نشد او وعده داده که در آینده گروهی ویژه برای حمایت از اماکن دینی تشکیل خواهد شد ولی زمان آن را مشخص نکرده است از طرف دیگر افغانستان کشوری است که حدود 70 درصد از رسانه های خود را به دلایل مختلف از دست داده است این رسانه ها که شامل رسانه های تصویری صوتی و نوشتاری می به دلایل مختلفی از جمله مشکلات مالی و یا دسترسی نداشتن به اطلاعات تعطیل و یا در آستانه توقف قرار گرفتن حال پرسش مطرح می شود. که آیا می توان به کسانی که خون شیعیان را حلال دانسته و برای به قتل رساندن آنها از یک دیگر سبقت می گیرن برای تأمین امنیت اعتماد کرد تروریست هایی که در لباس دین به راحتی دروغ می گویند و بارها دیده ایم که چگونه حقیقت را در جهت اهداف خود سر می برند.